سرخط خبر اخبار زد و نقیض درباره وضعیت بهنام محجوبی درویش زندانی در ایران. سازمان زندانها مسمومیت دارویی او را تایید کرد. نزدیکانش گفتند علائم حیاتی ندارد. نتانیاهو همچنان در انتظار تماس رئیس جمهوری تازه آمریکا. نخست وزیر اسرائیل میگوید ممکن است با دولت بایدن بر سر برنامه هسته‌ای ایران همراهی نکند. استقبال کابل از موضع دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی. ناتو میگوید نیروهایش پیش از زمان مناسب افغانستان را ترک نمی کنند. و موافقان و مخالفان جرم‌زدایی از اعتیاد در ایالت اورگان آمریکا. سلام عرض میکنم به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. خوش آمدید. بهنام محجوبی، درویش زندانی که در بیمارستان لقمان تهران بستری است، به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شده و به گفته نزدیکانش علائم حیاتیش صفر است. خبرهای زد و نقیضی هم از فوت او منتشر شده. گفته شده فضای امنیتی مقابل این بیمارستان مقرر شده. فرین ناصری میگزارش میدهد. این صدای بهنام محجوبی است، درویش گنابادی زندانی. گفته می شود علائم حیاتی او صفر است. دستگاه های کمک تنفسی اما هنوز از او جدا نشده. اداره کل زندان های تهران درباره مسمومیت بهنام محجوبی در این اطلاعیه که خبرگزاری میزان آن را منتشر کرده گفته او سابقه بیماری داشته و بر اثر مصرف بیش از اندازه دارو مسموم شده. در این اطلاعیه بهنام محجوبی مقصر اعلام شده. بهنام محجوبی دو روز گذشته در نتیجه سه بار تشنجی که بهش دست میده بالاخره میبرنش به بهداری زندان اوین. اونجا هر بار اعزام او رو که به پانیک اعصاب مبتلا است و یک بیماری در حوزه مغز و اعصاب هی احالش میدادن، یعنی تهدیدش میکردن با اعزام او به بیمارستان امین‌آباد که یک بیمارستان اعصاب و روانه و در نتیجه ترس های قبلی که از این اعزام داشته قبول نمی کرده، ولی چون دیگه حال شدت می گیره و مسئله مسمومیت دارویی پیش میاد او رو میبرن به بیمارستان لقمان. اما باید دقت بکنیم که سازوکار رساندن دارو به یک زندانی چگونه است. طبق ضوابط داخلی خود زندان ها داروهای تحت نظری باید زیر نظر پزشک، یعنی که پزشک بهداری زندان دارو اون وعده‌ای که شما باید مصرف کنید رو میاره، همراه آب باید در حضور پزشک بخورید و اگر هم شما بگید که الان میل ندارم میگه باشه یک ساعت دیگه من میام تو این دارو رو مصرف کن. بنابراین این روشی است که در تمام زندان‌های ایران مجریه. بهنام محجوبی در سال 96 به اتهام حضور در تجمع درویش گنابادی در خیابان گلستان تهران به 2 سال زندان محکوم شد. او را در آباد 99 برای دومین بار به بیمارستان روانپزشکی رازی یا امین‌آباد منتقل کردند. صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی 5 ماه پیش گفته بود آقای محجوبی از نظر جسمی و روحی در شرایطی نیست که بتواند زندان را تحمل کند. این روایتی است که خود بهنام محجوبی از آنچه بر او در زندان گذشته در تماسی تلفنی با نزدیکانش تعریف کرده بود. منم سوار ماشین کردن ببرن دکتر آدم دیدم من آوردن آید با ضرب و شتم و اینا یه آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا، بعد من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. کجا منو به سارس سلیپ بستن و من آمپول و قرص میدادن، بعد یکی سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمی کردن و میپاشیدن روی ما. نمیشتم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه الان بگم، فقط میوانا تو اتاق من شد تا صبح نمیذاشتن من بخوام. همین دیروز رئیس قوه قضایی از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرده بود. کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا. ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشروط به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. <تص->
اما مسئولان بیمارستان لقمان به مادر او گفته بودند که دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها اجازه ملاقات با فرزندش را ندادند. او ساعت‌ها چشم انتظار بود تا فرزندش را ببیند. ابراهیم الله بخشی از نزدیکان خانواده بهنام محجوبی در توییتر سرانجام از دیدار مادر بهنام با او در اغما خبر داده، دیداری که خیلی دیر انجام شد. فرین آسمی، بی بی سی. وحید بهشتی فعال حقوق بشر از لندن با ما هستن. آقای بهشتی، شما آشنا بودید با آقای محجوبی، آیا اطلاع دارین از آخرین وضعیت ایشون؟ آخرین وضعیت ایشون، ببینید، سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. وضعیتی که بهنام ما یعنی میبینیم، بهنام 4 روز پیش کارش تموم شده. این یک نمایشی هست که سیستم جمهوری اسلامی ایران داره اجرا میکنه برای آماده کردن افکار عمومی جامعه. ما 4 روز، ببینید، بهنام کسی بود که سالم و سرحال به زندان رفت. مشخص نشد در زندان چه بلاهایی بر سرش آوردن که بعد دچار این بیماری ها شد بماند. در مطلبی که همکار شما در گزارشش اشاره کرد، تاریخ 3 آبان 99 بود که گزارش پزشکی اومد و در گزارش پزشکی گفته بود که زندان، محیط زندان برای بیماری پنیک بهنام بسیار مضر، بیماریشو تشدید میکنه و باید به واسه مداوا به بخش مغز و اعصاب بیمارستان منتقل شه. ببینید چه کردن. وقتی که ما میگیم خودعه میکنن، اینه، به جای انتقال بهنام به بخش مغز و اعصاب، بهنام رو به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد منتقل کردن که بعد شما حتما همه اون فایل معروف بهنام رو دیدید که گفت من رو در اونجا به صورت صلیبی بستند، بر رویم ادرار کردند، کارهایی کردند که روم نمیشه، خجالت میکشم بگم. من در اونجا افول انسانیت رو دیدم. این بلاهایی بود که بر سر بهنام آوردن. ولی چرا؟ چون بهنام تسلیمشون نمیشد. بهنام زیر شکنجه تن به اعترافات اجباری هیچ وقت نداد. بنابراین تصمیم گرفتن که این مسمومیت در طول این مدت داشت انجام میشد. ولی جمعه شب 24 بهمن ما به یک بار مطلع میشیم که میگن داروی اشتباهی، دارویی که ناشناخته است. آخه این چه تفسیریه؟ ببینید، بر اساس همین قانون اساسی درب و داغونی که تمام حقوقدانان مطرح کشور قبولش ندارند، من عرض میکنم از زمانی که یک زندانی وارد زندان میشه، مسئولیت حفظ سلامت و جان این زندانی بر عهده مسئولان سازمان زندان هاست. بنابراین به یک باره میگن در بهداری زندان اوین به این مشخص نیست چه دارویی دادن. ببینید، دارو باید به یک حجمی باشه که بهنام رو در آن به کما ببره، اونم کما با سطح هوشیاری که اون روز اعلام کردن زیر 5. یعنی وقتی که مطمئن شدند کار بهنام تمومه، گفتند که منتقلش کردن به بیمارستان لقمان. آیا واقعا به بیمارستان لقمان منتقل کرده بودن؟ ما نمیدونیم. چون ببینید، از دیشب به این ور که خانم نرگس محمدی، تعدادی از دراویش و فعالان سیاسی مدنی اونجا جمع شدن اعتراض کردن، بالاخره امروز 4 روز نذاشتن که مادر بهنام رو ملاقات کنه، بدنش رو حالا، ولی امروز دیگه بردن یه پیکری نشون خانم محجوبی دادن و میگن این بهنامه که علائم حیاتیش صفره زیر دستگاه تنفسی. به خاطر چی؟ اینم یک نمایشه. بهنام 4 روز پیش در بهداری زندان اوین ترور شد، ترور بیولوژی، و این در راستای همون طرح 40 ساله است که برای دراویش، و نه تنها دراویش خانم، برای تمام گروه های مختلف قومی و مذهبی این رژیم پیاده کرده. فعالیت ایشون چی بوده که این همه این فشاره که بهشون اومد؟ ایشون 2 سال پیش بازداشت شده بودن. چه فعالیت هایی کرده بودن که بعد شاید باعث این فشارها در زندان به ایشون شد؟ این سوال شما بسیار زیباست، ولی کاش میشد این سوال رو 400 سال پیش ما میبردیم عقب. یعنی ما در ایران در دوران انکیزیسیون داریم زندگی میکنیم، دوران تفتیش عقایدی. جرم و فعالیت بهنام اینه که تنها جرمش این بوده که درویش بوده، به یک نوع دیگه از اسلام باور داشته، یه نوع دیگه فکر میکرده.
در جریان گلستان هفتم هم که اون بساط رو در آوردن و اون فاجعه رو ایجاد کردن، بهنام هم حضور داشت که از اون معلم معنویش دفاع بکنه. اونجا بازداشتش کردن و بعد رفت دو سال بهش حبس دادن. حبس داد وقتی که زیر شکنجه شکسته نشد، این بلایی که من و شما امروز شاهدش هستیم این رژیم بر سرش اومد. خیلی ممنونم ازتون آقای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر با ما. چند خبر کوتاه. مجلس ایران با کلیات لایحه اصلاح شده بودجه سال 1400 موافقت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته دولت در این لایحه 7 اصلاح انجام داده. او گفته این لایحه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارسال می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز 4200 تومانی که از موارد اختلاف دولت و مجلس بود طی 6 ماه حذف خواهد شد. مجلس کلیات لایحه بودجه را 2 هفته پیش رد کرده بود. رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. در این مانور یک ناوچه سبک روسی و یک ناو سوخرسان شناورهای ارتش و سپاه پاسداران را همراهی می‌کنند. معاون عملیات ارتش ایران گفته هدف از این رزمایش تمرین برقراری امنیت تجارت دریایی در این منطقه حساس است. پارسال هم ایران یک مانور دریایی مشترک با حضور چین و روسیه در دریای عمان برگزار کرده بود. کانادا و 57 کشور دیگر در بیانیه‌ای از ایران، چین، روسیه و کره شمالی خواستند به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی پایان دهد. وزیر خارجه کانادا این اقدام را باجگیری غیرقانونی و غیر اخلاقی خوانده. وزیر خارجه آمریکا هم خواستار افزایش فشار بر حکومت‌هایی شده که دست به این قبیل بازداشت‌ها می‌زنند. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی در ایران زندانی شدند. نزدیک به یک ماه از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن گذشته و او هنوز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس نگرفته. موضوعی که به گمان زنی هایی درباره روابط این دو کشور در 4 سال پیش رو دامن زده. آقای نتانیاهو دیشب به کانال 12 اسرائیل گفت که از تماس نگرفتن آقای بایدن ناراحت نیست و مطمئن است که او به زودی زنگ خواهد زد. او در این حال تایید کرد که بر سر مسئله ایران با جو بایدن اختلاف نظر دارد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. دردسر تازه بنیامین نتانیاهو. یک ماه از به قدرت رسیدن جو بایدن گذشته و او با این پرسش روبروست که آیا از زنگ نزدن رئیس جمهور جدید آمریکا ناراحت نیست؟ نه، من و بایدن 40 ساله که رفیقیم. از زمانی که من در واشنگتن نماینده اسرائیل بودم و اونم سناتور جوان دلاور بود. ما هم رو میشناسیم و درباره خیلی چیزا هم توافق نظر داریم. ولی درباره دو موضوع اختلاف داریم. یکی فلسطینی‌ها و یکی هم ایران. برای آقای نتانیاهو زنگ نزدن جو بایدن آخرین گرفتاری در فهرست بلند بالای گرفتاری‌های اوست. 2 ماه پیش ائتلافی که او را در قدرت نگاه داشته بود اصلا پاشید و قرار شد برای 4مین بار ظرف 2 سال گذشته در اسرائیل انتخابات برگزار شود. دادگاه او به اتهام فساد مالی همچنان ادامه دارد و بیش از 30 هفته است که مخالفانش روبروی خانه‌اش در بیت المقدس تظاهرات می‌کنند. جو بایدن اما انگار خیال کوتاه آمدن ندارد. او اگرچه در دوران دراز فعالیت سیاسیش همواره از دوستان اسرائیل محسوب شده، اما به رغم فشارهای سیاسی هنوز با آقای نتانیاهو تماس نگرفته. حتی توییت پرکنایه دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم فایده‌ای نداشت. آقای دانون 2 هفته پیش در توییتر نوشت که بایدن با رهبران مختلف جهان تماس گرفته، از کانادا و مکزیک و بریتانیا گرفته تا هند و فرانسه و آلمان و روسیه و کره جنوبی، اما هنوز به آقای نتانیاهو زنگ نزده. کار به جایی رسید که سخنگوی کاخ سفید 4 روز پیش در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا واقعا جو بایدن به نخست وزیر اسرائیل زنگ نمیزند. جنساکی گفت که قصد و غرضی در کار نیست و رئیس جمهور آمریکا همین روزها با آقای نتانیاهو تماس خواهد گرفت. برای نتانیاهو اما این وضعیت میتواند یادآور 4 سال پیش باشد، زمانی که او در آستانه انتخابات اسرائیل به واشنگتن سفر کرد اما باراک اوباما حاضر نشد با او ملاقات کند. در آن روزها هم اختلاف اصلی بر سر ایران و برجام بود. پرایم مینیستر نتانیاهو
آقای اوباما میگفت که آقای نتانیاهو درباره برجام ادعاهای دروغ بیان میکند تا دیگران را گمراه کند. برنامه هسته‌ای ایران و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم موضوعی است که از سوی آقای نتانیاهو به عنوان کابوسی برای اسرائیل توصیف شده، کابوسی که در نگاه او برجام راه حلش نیست. او در این سالها ایران را به یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولتش تبدیل کرده و لحظه ای از مخالفت با برجام دست نکشیده. حالا هم انتظار می‌رود که اگر بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه آینده پیروز شود، مهمترین مخالف برجام در میان رهبران جهان باشد. کیوان حسینی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. نزدیکان بهنام محجوبی میگویند این درویش زندانی که در بیمارستان بستری است علائم حیاتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل گفته مطمئن است که جو بایدن به زودی با او تماس میگیرد، اما تایید کرده که با دولت جدید آمریکا بر سر روی کردش به برنامه هسته‌ای ایران اختلاف دارد. در ادامه برنامه، موافقان و مخالفان جرم زدایی از اعتیاد در ایالت اورگان آمریکا. دیشب در حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر اربیل در کردستان عراق یک پیمانکار غیر نظامی کشته شد. 9 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی هم زخمی شدند. گفته شده یک گروه شبه نظامی ناشناخته به اسم سرایا اولیای دم مسئولیت حمله را به عهده گرفته. مسرور بارزانی، نخست وزیر حکومت محلی کردستان عراق، و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این حمله را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم نکرده و به جای آن تلاش‌های به گفته او مشکوک برای انتساب این حمله به ایران را محکوم کرده. همکارم نفیس کوهنورد از لندن با ماست، این خبر را دنبال کرده. نفیس، چی بیشتر می‌دونیم از حمله‌ای که به پایگاه نیروهای آمریکایی شد؟ باران، دیشب ساعت 9:30 به وقت محلی 14 راکت به سمت فرودگاه اربیل شلیک شده. الان سخنگوی نیروهای ائتلاف اعلام کرده که 4 نیروی آمریکایی، سرباز آمریکایی هم علائم ضربه یا آسیب مغزی نشون دادن. هویت فرد کشته شده را هنوز اعلام نکردن، اما گفتن که او نه عراقی است نه آمریکایی، اما از پیمانکارانی بوده که با نیروهای آمریکایی کار میکرده، منتظرن که به خانوادش اطلاع بدن. این گروه اولیای دم یا اولیای خون جزو گروه هایی است که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ابراز وجود کردن، اعلام وجود کردن در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص در کانال تلگرام. گرچه این گروه در کانال منصوب به خودش در تلگرام بیانیه‌ای منتشر نکرده، اما شبکه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگه و کانال‌های تلگرامی منصوب به گروه‌های مخالف آمریکا، گروه‌های شبه نظامی مخالف آمریکا و تحت حمایت ایران، اعلام کردن که این گروه مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. این گروه اولیای دم در ماه‌های گذشته هم ویدیوهایی از خودش منتشر کرده بود که نشون میداد و ادعا میکرد که کاروان‌های لوجستیک که بار نیروهای آمریکایی و ائتلاف را حمل می‌کنند هدف قرار دادن در مناطق مختلف عراق. فعلا دارن میزان خساراتی که به فرودگاه اربیل وارد شده و به بخش نظامی این فرودگاه وارد شده رو دارن بررسی میکنن. از این فرودگاه چی میدونیم نفیسه؟ چی بیشتر میدونیم از اهمیتش؟ این فرودگاه، وقتی صحبت از فرودگاه میکنیم اول موقعیت جغرافیاییش رو بگم، خیلی با مرکز شهر اربیل فاصله نداره. یکی از این مدرن‌ترین فرودگاه عراق که در کردستان عراق هست محسوب میشه و بخش بزرگیش الان نیروهای آمریکایی و ائتلاف در اون حضور دارن. من خودم در این پایگاه بودم، پایگاه بسیار بزرگی هست و در حال توسعه هم هست. در حال حاضر با توجه به اینکه نیروهای ائتلاف 8 پایگاه خودشون رو در سراسر عراق بستن، پایگاه اربیل الان یکی از بزرگترین 3 پایگاه بزرگ نیروهای ائتلاف در عراق محسوب میشه که فعالیت‌های مرکزی مبارزه با داعش رو هم بخشش رو به همین پایگاه
منتقل کردن. و این رو هم بگم باران، تعدادی از این راکت ها به مناطق مسکونی خورده و این شهروندان کردستان عراق در اربیل هستن که اونها هم زخمی شدن. کردستان عراق و اربیل در سالهای جنگ با داعش هم در حقیقت امن‌ترین محل برای نیروهای ائتلاف بود، اما این وضعیت بعد از کشته شدن آقای سلیمانی از بین رفته و این سومین حمله است به فرودگاه اربیل و نیروهای ائتلاف در اونجا. ممنونم ازت نفیسه کوهنورد با ما. حکومت افغانستان از موضع دبیرکل ناتو درباره حضور طولانی تر نیروهای این سازمان در افغانستان استقبال کرده. در مقابل طالبان خواهان اجرای توافقنامه این گروه با آمریکا شده و گفته تمام نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند. ینس استولتنبرگ دیروز گفت که هیچ یک از اعضای ناتو نمی‌خواهند بیشتر از زمان لازم در افغانستان بمانند، اما پیش از زمان مناسب هم این کشور را ترک نخواهند کرد. علی حسینی گزارش می‌دهد. حدود 10,000 سرباز در حال حاضر از کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارند. از 36 کشور. آیساف، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، طولانی ترین مأموریت تاریخ ناتو بود که در سال 2015 جای خود را به مأموریت حمایت قاطع داد. مأموریت صرفاً تعلیمی و مشورتی و نه جنگی. حالا ناتو دروازه حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان را همچنان باز نگه داشته. برخلاف توافقنامه آمریکا و طالبان که یک سال پیش مشخص کرد، تمام نیروهای خارجی قبل از ماه می حدود 2.5 ماه دیگر از افغانستان خارج شوند. طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند، با حسن نیت مذاکره کنند و با تعهد خود در رابطه با قطع همکاری با گروه‌های تروریستی بین‌المللی عمل کنند. هدف مشترک ما روشن است. افغانستان نباید به عنوان پناهگاهی برای حمله تروریست‌ها به کشورهای ما باشد. بنابراین حضور ما مبتنی بر شرایط است. در حالی که هیچ متحدی نمی‌خواهد بیش از زمان لازم در افغانستان بماند، ما قبل از زمان مناسب خارج نمی‌شویم. افغانستان اسلامی امارات لخپل ارخ. ساعاتی پس از این موضع ناتو، عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم آمریکا گفت راه حل معضل افغانستان مذاکره است، نه جنگ. پایان دادن به این جنگ مسئولیت همه و به نفع همه است. تطبیق کامل پیمان دوحه بهترین راه برای پایان دادن به این جنگ است. امارت اسلامی افغانستان به مسئولیت‌های خود متوجه است. جهت‌های دیگر نیز باید مسئولیت‌هایشان را ادا کنند. امارت اسلامی افغانستان نه در امور داخلی کسی مداخله می‌کند، نه اراده ضرر رساندن به کسی را دارد و نه هم به کس دیگری اجازه می‌دهد که در امور ما مداخله کند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان علیه یک تهدید مشترک می جنگند و دولت افغانستان مشارکت ناتو را در عرصه تجهیز و مشاوره لازم می داند. هفته های آینده برای جنگ و صلح افغانستان سرنوشت ساز است. حکومت جو بایدن دیدگاهش را در رابطه با توافق حکومت ترامپ با گروه طالبان مشخص می‌سازد که این امر بر مذاکرات صلح افغانستان در قطر و همچنین تصامیم ناتو بی تأثیر نخواهد بود. اما یک موضوع مشخص است، اینکه اوضاع آنگونه که در دوران دونالد ترامپ بر وفق مراد گروه طالبان بود در حکومت جو بایدن تا این زمان آنگونه نیست. وضعیتی که برای حکومت افغانستان برعکس است. علی حسینی، BBC، کابل. دادگاه حقوق بشر اروپا میگوید شکایت یک پدر افغان که دو فرزندش را در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در سال 2009 از دست داده بود رد کرده. این حمله به دستور یک سرهنگ آلمانی دو تانکر نفت در ولایت قندوز را هدف گرفته بود. دادگاه میگوید سرهنگ آلمانی دلایل کافی داشته که طالبان قصد منفجر کردن تانکرها را داشتند. حدود 50 نفر که نزدیک تانکرها برای دریافت سوخت جمع شده بودند در این حمله جان باختند. در آمریکا آنچه جنگ با مواد مخدر خوانده می شود
دهه ها بدون دستاورد چشمگیری در جریان بوده. ایالت اورگان اما حالا تصمیم گرفته از اعتیاد جرم‌زدایی کند. بر اساس تحریک در این ایالت به قانون 11 معروف شده، کسانی که مقدار کمی مواد مخدر داشته باشند بازداشت نمی‌شوند و در عوض آنها را به مراکز ترک اعتیاد می‌فرستند یا جریمه می‌کنند. مخالفان اما می‌گویند این قانون بحران موجود را عمیق‌تر می‌کند. سوفیلان گزارش می‌دهد. وقتی کراک میزدیم وضعیت خیلی بد بود، همه جا خشونت بود. لری قبلا دچار اعتیاد بود و سابقه ارتکاب جرم هم داشت. معتاد به هروئین بودم. حتی نفهمیدم چطور معتاد شدم و شروع کردم به کارهای خلاف تا جنس تهیه کنم. لری حالا ترک اعتیاد کرده و میخواهد به دیگران کمک کند تا از شر مواد مخدر و جرم نجات پیدا کنند. چند وقتی که بی‌خانمان شدی؟ یه ماهه. لری میگوید اگر قانون جدید شامل حال او هم میشد و ازش میتوانست بهتر شود. منو به خاطر داشتن یه چوب سیگاری زندانی کردن که تهمونده مواد توش بود. اگه قانونی که حالا هست اون زمان وجود داشت، من برای پیدا کردن کار به این همه مشکل و موانع قانونی بر نمیخوردم. اما تجربه لری منحصر به فرد نیست. ده سال اعتیاد شانس بزرگ کردن بچه‌هامو ازم گرفت. بیکار بودم و خیلی کارهای خلاف کردم. جینی گالوکسن در مدت 4 سال بیش از 30 بار دستگیر شده بود. زندگی من جهنم بود. نمیخواستم زنده باشم. هر روز آرزوی مرگ میکردم. حالا چی؟ نمیتونم به زبون بیارم. فکرشم نمیکردم اینطوری بشه. حالا او دوباره ازدواج کرده و بچه هایش پیشش برگشتند و یک نهاد بازپروری معتادان را اداره میکند. او معتقد است که جرم‌زدایی از اعتیاد به دیگران هم مثل او فرصت می‌دهد به زندگی عادی برگردند. مشکل رو در خیابون‌های پورتلند میشه دید و این خودش معیاری برای سنجش موفقیت یا شکست طرح جدیده. هیچ تغییری یک شبه اتفاق نمی‌افته، اما امید هست که خیلی از این افراد با دسترسی به خدمات ترک اعتیاد مصرف مواد مخدر را کنار بگذارند. از جیم فراریس، فرمانده پلیس که در 40 سال گذشته در خیابان‌های اورگان خدمت کرده، در مورد مؤثر بودن طرح موسوم به 11 سوال کردم. نه اصلا. و بعد چه اتفاقی میفته؟ مصرف اووردوز مواد بالا میره و افراد بیشتری میمیرن. جرایمی مثل دزدی و حمله بیشتر میشه. اگه افراد معتاد مداوا نشن، باید بهشون مواد برسه. چطور موادشون رو تهیه میکنن؟ مرتکب جرم میشن تا پول موادشون رو که هنوز در دسترس گیر بیارن. این فقط به عرضه بیشتر مواد مخدر کمک میکنه. آنهایی که با خیابانهای شهر آشنا هستند میدانند که مهار مشکل مواد مخدر مثل کوهی است که باید از آن بالا رفت. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، پورتلند. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.